حدود یک هفته پیش وقتی که در ابتدای هفته دولت کارگزاران دولتی و اعضای هیئت دولت رفتن پیش رهبر جمهوری اسلامی، جمله ای رو از آقای خامنه ای در رسانه درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی، یاران خوب کانال. برگشتیم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. به 25 شهریور نزدیک میشیم. 25 شهریور قطعاً روز سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ما با همدلی، همبستگی و اتحادمون میتونیم قوی ترین ارتش ها رو شکست بدیم. و اما فشارها هر روز داره بر سایت‌های خبری بیشتر میشه، بر کسایی که افشاگری میکنن داره بیشتر میشه و خلاصه این نظام هر جوری که بتونه بر افراد، نهادها و سیستم‌هایی که مخالفت میکنن باهاش فشارها روشو بیشتر میکنه. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گفته که پایگاه اطلاع رسانی انتخاب به خاطر تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و بر اساس تبصره ماده 12 قانون مطبوعات توقیف و پروندهش به مراجع قضایی ارجاع داده شده. بر اساس گزارش ها شامگاه 13 شهریور ماه تنها فقط بعد از چند ساعت از انتشار خبر در خروجی خبرگزاری فارس، وبسایت انتخاب از دسترس خارج شد. به نوشته این خبرگزاری، هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع انتشار ویدیو و گزارشی با عنوان حراج برند ایران، سیاست خارجی ایران رو چرا انقدر تضعیف کردن؟ اومدن گفتن که این برخلاف تبصره ماده 12 قانون مطبوعات هست و رأی دادن که باید پایگاه خبری توقیف بشه. پایگاه خبری انتخاب وابسته به مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی انتخابه که از آبان 1383 شروع به فعالیت کرده. قبل از این هم این وبسایت پس از حادثه هواپیمای اوکراینی در تاریخ 23 دی ماه 98 توقیف و بعد از مدتی رفع توقیف شده بود، اما مجدد این اواخر یعنی همه چند روز پیش هم توقیف شد. حدود یک هفته پیش وقتی که در ابتدای هفته دولت کارگزاران دولتی و اعضای هیئت دولت رفتن پیش رهبر جمهوری اسلامی، جمله ای رو از آقای خامنه ای در رسانه ها تونستیم ببینیم و صحبتی ایشون کرد. گفتش که من غیر از این که از این دولت حمایت میکنم، تمجید هم میکنم. خیلی به صورت واضحی داشت به منتقدین این دولت آلارم نشون میداد و پالس میداد که اگر قرار است در برابر این دولت قرار بگیرید، یعنی در برابر من قرار گرفتید، چون این دولت دولت تمجید شده منه. حالا اگر قرار باشه یک رسانه، سایت، روزنامه در داخل جمهوری اسلامی، اون هم وابسته به یکی از جریان‌های حکومتی، بخواد دولت مورد تمجید خامنه ای رو مورد نکوهش قرار بده و چنین نقد تندی اتخاذ بکنه، قاعدتا با برخورد جدی مواجه خواهد شد. نکته دوم، وقتی که در مورد سیاست خارجی در ایران صحبت میشه، شخص اول کشور به عنوان مسئول و تعیین کننده سیاست‌های خارجی تعیین میشه. شما اگر سیاست، مثلا سیاست نگاه به شرق رو مورد نقد قرار بدی و باهاش مخالفت کنید، یعنی مستقیما با رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کردید و او رو نقد کردید. این یک خط قرمز درون ساختار جمهوری اسلامیه. اون هم توسط یک سایت نزدیک به یکی از جریان‌های حکومتی. طبیعیه که حکومت تحمل این رو نخواهد داشت. از یک طرف دولت تمجید شده رهبر مورد نقد جدی قرار بگیره، از طرف دیگه سیاست خارجی مطلوب و مد نظر رهبر جمهوری اسلامی نکوهش بشه. نتیجهش میشه چنین برخوردی که انجام شده. ایران اومده به عراق اولتیماتوم داده که فقط شما تا 25 شهریور، حالا فکر کنم تا 23 ببخشید تا 23 شهریور فرصت دارین که کردستان عراق رو، یعنی کردهای عراق رو، اقلیم کردستان رو، اونا اسلحه‌شون ازشون بگیرین، اونا دیگه نباید مسلح باشن. حالا
در همین حین مردم دهوک علیه حکومت فدرال عراق تجمع کردند و به دنبال درگیری های خونین قومی در کرکوک مردم مدن معترض شدند. یکی از معترضین حرف قشنگ میزنه، میگه ما تسلیم دشمن نمیشیم و اجازه نمیدیم که ما رو بکشن. دوستان، در شهر کرکوک که یکی از مناطق نفتخیز عراق هست و یکی از مناطق استراتژیک هست تو این کشور، یک درگیری های مسلحانه بین کردها از یک طرف، عرب ها و ترکمن ها از یه طرف دیگه رخ داده که منجر به کشته و زخمی شدن چندین تن هم شده. این درگیری ها به جهت تصمیم دولت فدرال عراق با دستور محمد سودانی بوده که خب قصد داشته مقر حزب دموکرات رو به دستور دولت ایران تخریب کنه و تصاحب کنه. به گفته رئیس پلیس کرکوک، در این درگیری هایی که روز شنبه رخ داده 4 تن کشته شدن، 15 تن زخمی شدن و خیلی از کسای دیگه هم که تو تیراندازی بودن هنوز مشخص نیست چه اتفاقی براشون افتاده. بنابر گزارش های منابع محلی، خشونت زمانی آغاز شده بوده که گروهی از معترضان روز شنبه به کمپ عرب ها و ترکمن ها در نزدیکی ساختمان مورد مناقشه میرن و نیروهای امنیتی عراق برای فرو نشوندن منازعات بین دو طرف درگیر شروع میکنن به شلیک کردن و خب این باعث شدیدتر شدن درگیری میشه دیگه. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق به شبکه تلویزیونی روداو گفته که سودانی دستور آزادی تظاهرکنندگان بازداشت شده در کرکوک رو صادر کرده. ما درباره همه کسانی که در کرکوک سلاح حمل کردن تحقیقات انجام دادیم و حقوق خانواده های کشته شده ها هم تضمین میکنیم. ها اول دیم پولیس ای گرتن ام دست خواب دینا ای نبالوف کنم ای بین ای او دیم سریخ نه دش اوتی کرن ممنونم دونو که چواد بینی از مکه زور الوه زور الوه بس هیچ نو یا که ما دست خواب کنه ام سر تا سری هرمی پرتو بالا بینا نمی گرتی نه نالا ای گرتی بین هو هو نوکه چوانی اول دهن ای کبتنی سیاره کبتنی توزه ناکت. حالا بریم سراغ بحث خودمون. ببینین اون چه که گزارش شده رد پای اردوان و خامنه ای رو داره نشون میده و اونطوری که گزارش ها نشون میده شبه نظامیان هشت و شعبی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی در چند تا خیابون توسط ترکمن ها و عرب ها اقدام به پایین کشیدن پرچم های اقلیم کردستان میکنن و در منازعات دخالت میکنن. از یه طرف دیگه هم رجب طیب اردوان که اخیرن وزیر خارجش همین هاکان فیدان که با لیدرهای ترکمنهای عراق هم دیدار داشته، با ادعای این که کرکوک سرزمین ترکمن هست گفته که برای صلح و آرامش منطقه باید از فعالیتهایی که ساختار کرکوک رو داره به هم میزنه دوری کنیم. یعنی دقیقا زوم کردن روی کردها و گفته که هر اقدامی در این راستا به معنای تخریب تمامیت عراق هست. یه جورایی اردوان و خامنه‌ای دارن فشار میرن به از سودانی نخست وزیر عراق که تو باید کردها رو ناکار کنی، باید هر گونه پشتیبانی که از رو میکنی دست برداری ازشون و اونا رو از کشورت بیرون کنی. اردوان مدعی شده که وزیر امور خارجش و رئیس هیئت میت از نزدیک اوضاع کرکوک رو زیر نظر دارن و قطعا به نتایج خوبی دست پیدا کردن. یه ویدیو جالب دارم براتون در مورد اینکه آیا امام حسن واقعا آدم مظلومی بوده. خودتون این ویدیو ببینین، خودتونم قضاوت کنین، من چیزی ندارم برای گفتن. بیاد ببینیم امام حسن واقعا مظلوم بوده. امام مجتبی مطلاق بود. مطلاق یعنی کسی که بسیار زن میگیرد و طلاق میدهد. خب آقا چند تا زن گرفت طلاق داد؟ کی میدونه؟ به روایت 50 تا. 50 تا دختر گرفت طلاق داد. به یه روایت 70 تا. به یه روایت 250 تا. به یه روایت 300 تا. حالا من از شما سوال میپرسم، آیا واقعا این امام شما مظلوم بوده یا اون زنانی که گیر این حشری افتاده بودن، این زنبار افتاده بودن، چرا با خودتون صادق نیستید؟ معلومه یکی از اون زنا میزنه میکشدش. باشد که راستی و دروغ پیروز شود. واقعا غم انگیزه که عاقبت دریاچه رضایی این بشه. چیزی که روزی دریاچه ارومیه بود حالا اینطوری از دستگاه فضایی دیده میشه. شما نگاه کنین تصاویر ضبط شده از دریاچه روبه مرگ ارومیه توسط فضا نورد روسی.
جمهوری اسلامی دشمن ایرانیان هست. باور کنین اگر 25 شهریور نیاین بیرون بیچاره میشین. летим уже над Турцией, Ираном. А вот здесь озеро Урмия. Красное озеро Урмия. اینم ویدیو از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، دیگه کسی که خودش تو ایران بوده و ویدیو گرفته و از شما نگاه کنیم ببینیم چه به چه وضعیتی افتاده، چقدر بدبخت شدیم. دوستان عزیز، به پایان که دیگه از برنامه ها رسیدیم. امیدوارم که شاد و پیروز و سربلند باشین. برای اینکه ایران باقی بمونه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و این راهی نداره جز کف خیابون ها. وعده ما 25 شهریور. بدرود. خط کشیدن رو پر پرواز رویا، ایام همه